سلام، عرفان سلیمی هستم با هشتمین قسمت از فصل تازه نقد و ترانه، فصل زن زندگی آزادی در خدمتتونم. طبق وعده‌ای که داشتیم، ترانه دوباره که به تازگی منتشر شده در 40 مهسا امینه که اشتباه نکنم منتشر شد، ترانه از رهایت مادی با ملودی تنظیم بابک سعیدی و همخوانی گوگوش، لیلا فروهر، دریا دادور، سوگن، شهرزاد سپانلو و دکلاماسیون و دکلمه شهره آقداشلو. بعد از اینکه اگر قسمت 5 دیده باشین، بعد از اینکه رها اعتمادی کلی مستند ساختم من و تو و در واقع مستنده خیلی خوبی هم بود، مصاحبه خیلی خوبی هم داشت با اهالی موسیقی و هنر ایران، حس کرد که میتونه ترانه سرا بشه. همونطور که هر کسی از پدر مادرش قهر میکنه، میگن مثلا این که صدا ندارم پدر مادرش قهر کرده خواننده میشه، که در مورد خیلی در این روزا صدق میکنه، رها اعتمادی قهر نکرد و رفت که ترانه سرا بشه. بهش گفتن رها تو میتونی. رها هم خودش از بند مجریگری و برنامه سازی رها کرد و به نظر من با حمایت هایی که از سمت جمهوری اسلامی شد، در واقع آماده شد که تیشه به ریشه هر آنچه که بزرگان موسیقی ما برای ما خاطر ساخته بودن، تیشه به ریشه اون کارا بزنه. و آخریش هم همین ترانه دوباره. این ترانه فکر کنم روی ملودی نوشته شده، یک جاهایش جایش هم نه، که میگه تو ای تعبیر رویاهای سال خورده، تو ای تسکین روح خاک افسرده، تویی که همچنان تنهایی ایستادی، پر از مهسا، پر از نیکا و فریادی. ایران من شکنجهگاه بیگناهان، ایران من 80 و چند میلیون گروگان، هم بغض من شبگریه میرسه به طوفان. ای هم خونه ایران دوباره میشه ایران، توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم، ای طلوع اولین تجربه آزادی. مسیر رو به فردا رو تو تاریکی نشون دادی، هزاران ضربه سنگین زدن اما نیفتادی. تو را از دور تماشا نه فقط میشه ستایش کرد، شما اسطوره هامونین، فقط باید پرستش کرد. یعنی شما ببینید، فکر خوبی بوده. اینا کنین گوگوش با ابی نمیخوند، این آوردنشون کنار هم یه ترانه معمولی. قمشی با گوگوش نمیخوند، آوردشون کنار هم یه ترانه معمولی. گوگوش با لیلا و سوگند و اینا 100 سال نمیخوند، همه گوگوش آوردی کنار اینا آوردی کنار گوگوش، یه ترانه چی بگم معمولی. والا خب اوکی، معمولی. اوضاع ما اصلا معمولی نیست که تو ترانه معمولی مینویسی. شما نقی معمولی نیستی. تازه اون نقی معمولی هم خیلی کار ویژه‌ای می‌کرد، یعنی حداقل یه 4 تا کار می‌کردن بخنده. تو در حد نقی معمولی که 4 تا کار ویژه می‌کنی نیستی. بابا ما از تو می‌خوام تو نقی معمولی باشی، ترانه معمولی در روزگار معمولی بنویسی، نه در روزگاری که یک دختر رو کشتن، هزاران دختر و بچه ما رو زندان کردن، اعدام کردن، بعد تو میای می‌نویسی شما اسطوره هامونی. اصلا این اتفاق یه چیز شگرفیه، یه اصلا یه فراتر از فهم، اصلا فراتر از تمام اتفاق و انقلابای دنیاست. نمیشه یک کلام معمول مونتا وقتی سواد وجود نداره، وقتی شما رسانه داری، وقتی شما لابی داری با من و تو و رادیو جوان، با اینا میبندی و نمیذاری اون خوبا بیان بیشتر بنویسن، تو میخوای بنویسی. بابا به خدا قسم الان من ترانه سرا که 20 سال ترانه میگم، اگر آقای داریوش یک روزی من به خواب ببینم ایشون دلش بخواد از من ترانه بگیره، من باید ترانه می‌نویسم که کم از ترانه‌های اردلان سرفراز نشته باشه. وقتی نمیتونم بنویسم، نمیرم خودم رو نخود آش بکنم و بنویسم. حالا بپردازیم به ترانه. تو ای تعبیر رویاهای سال خورده، یعنی به ایران میگی تعبیر رویای سال خورده. رویای سال خورده یعنی یه رویای قدیمی. وقتی ما میگیم سال خورده، یعنی رویای دیگه اینقدی جون نداره. ایران، تو تعبیر کدوم رویای سال خورده ای؟ اگه به جوونامون بگی شما تعبیر رویای
کهنه، یک رویای دیرینه، اینجا سال خورده غلطه، بی رویای دیرینه شما تعبیر این رویایی، تعبیر این رویای هزار ساله این، آره. اما اینجا تو ای تعبیر رویای سال خورده اصلا مشخصه، چون بعد از پر از نیکا و فرادی گفته ایران من، اینو منظورت به ایرانه دیگه، ایران نمیتونه تعبیر رویای سال خورده باشه، بچه های ایران میتونن تعبیر رویاهای هزار سال ایران باشن، ولی ایران نمیتونه تعبیر رویای خودش باشه، بی سواد. تو ای تسکین روح خاک افسرده، روح خاک افسرده که اصلا دیگه روحی نداره، یعنی روحش آقا این تسکین نمیخواد، یه جور مسکن نمیخواد، درد موقت نمیخواد، یه درمان میخواد، یه ریشه یابی میخواد، یه عمل جراحی میخواد. تسکین برای افسردگی روح خاک چیز کمیه، بازم میگم سواد نداری. تویی که همچنان تنهایی ایستادی، آره دیگه، امثال شماهایی که فرار کردیم باید وایسین کمکش کنیم، منتها شما پناه هم میبرین به آسانی، همه تون هم مبارزین، امثال تو حتی ما مبارز اونجا داریم، ولی تو نیستی از اونا، یعنی تو با این ترانه اون مبارزا نیستی که تو خیابونای اروپا و آمریکا دارن راه میفتن. پر از مهسا، پر از نیکا و فریادی، به خدا این فریادی فقط آوردی که ما این استادی قافیهش کنیم. پر از مهسا، پر از نیکا، پر از مهسا، پر از بگو تو خاکت مهسا پرور، مهساها میان بیرون، نیکاها میان بیرون، فریاده کیه؟ پر از مهسا، پر از نیکای فریادی، فریاد از چی؟ ایران من شکنجهگاه بیگناهان، بله درسته، ایران شکنجهگاه بیگناهانه، درست، اینو مشکل نده. ایران من 80 و چند میلیون گروگان، نه 80 و چند میلیونشون احساس ندارن، بیا ببین اون وسط بازا، عادی سازا، اینا اصلا همچین حسی ندارن، اینا دنبال اینن برن آرایشگاهشون، برن شینیان کنن، برن کنسرت، اینا دنبال اینن، 80 و چند میلیون گروگان نیستن، خیلیشون اصلا حس نمی کنن تو ایران گروگانن. میگم دیگه تاریخ نمیخونی، وضعیت مملکت رو نمیدونی. هم بغض من شبگریه میرسه به طوفان، شبگریه میرسه به، آره این خوبه، هم بغض من شبگریه میرسه، آره این خوبه، گیر علکی که نباید داد. ای هم خونه ایران دوباره میشه ایران، ای هم خونه ایران دوباره میشه ایران، آره این دوتا اوکی، این دوتا اون شکنجهگاه بیگناهان، ولی بیگناهان چیه؟ بیگناه ما تو محاوره میگیم گناها، گناهان، این اون ترانه قبلیه، یه مردمان دیگن، یعنی فشار که بهت میاد، تنگت که میاد، جفنگ بنویسه، یه چیزی رو دستور زبانش رو بریز بهم. و شورا آداشون دکلمه میکنه، توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. این برداشت من از این جدال قدرت بیشتر انگار مثلا خیلی سیاسیه، خب باید بگی تو جایی که در واقع جدال، ببین جداله نه، تو جایی که قدرت دست مرداست، حق با مرداست، حق و قدرت دست مرداست، تو برای حق زن بودن من ایستادی. حالا اینجا بده جداله به نظر من اوکی نیست، تو برای حق زن بودن من ایستادی، اینجا باورپذیره. وقتی چهارال داشت رو میگه، این داره میگه آقا من از اینجا رفتم، شما دخترها برای من با من یک زن، شما برای حق زن بودن من ایستادی، این خوبه. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم، این هم خوبه. ای طلوع اولین تجربه آزادی، اولین تجربه آزادی این نیست، اولین تجربه آزادی سال 78 بوده، در زمان کوی دانشگاه بوده، مبارزات دانشجویی بوده، این در واقع اولین تجربه آزادی زنانه ایرانه، اولین تجربه انقلاب زنانه ایرانه، که از اونجایی که تو مقدار سوادت کمه، روا اعتمادی اینا نمیتونی بنویسی. مسیر رو به فردا رو تو تاریکی نشون دادی، خوب مسیر رو به فردا رو، اگر از آن بودی فردا یا روشن رو تو تاریکی نشون دادی بهتر بود. هزاران ضربه سنگین زدن اما نیفتادی، ضربه سنگین زدن اما نه، آره این هم خوبه، حالا به نسبت بقیه خطات بهتره. آره تو رو از دور تماشا نه، فقط میشه ست...
تو رو از دور فقط باید ستایش کرد، فقط میشه نه، فقط باید ستایش کرد. شما اسطوره هامونین، فقط باید پرستش کرد. کیو؟ شماها اسطوره ها، شما اسطوره ها رو مثلا فقط باید پرستش، اسطوره هامونین. این مونینه رو ملودیه خوندن بعد الان ما نقبه ترانه میکنیم، ملودیه یه جاهای قشنگ من یادم مثلا نمیدونم به لحاظ ملودی نمیدونم این صدای سمپل سنتوره نمیدونم یه جایی ای پیروزی خجسته، یه ذره جمهوری اسلامی توره بود، یه ذره اون حماسه که مثلا تو کارهای داریوش هست چی ضربه میزنه تو ملودی، تو این ملودی تنظیمه نبود در واقع. بعد این گمگشتگی بین ایرانی خونی و بعد دریا دادور از اون ور سوگند که معلوم نیست جز خونه بلوز خونه ایرانی خونه، شما از سوگند ورش تو اینجا سنتی بخونه خب نمی آوردی، چون تصویری که منم مخاطب ازش دارم اگه بلندش به سبک خودش کار آزادی خواهانه بخونه خیلی جذاب تره. خب این انتخاب سوگنده اشتباه بود، شهرزاد سپانلو خوب بود، شور آقداش و دریا دادوره خوبی گوش و لرنس و آگنده به نظر من اگه مثلا تو سبک خودش یه کار میکرد، حتی اگر فرمش رهایت مادی نبود میکرد خیلی بهتر بود. در کل میگم یه چند خطای خوبش رو گفتم ولی در کل چنگی به دل نزد، خیلی نیاز میدونی به نظر من بچه‌هایی که در ایران هستن ترانه های اعتراضی در مورد این 6 ماه گذشته به اینور رو بهتر می‌نویسن. آقای اعتمادی شما این کار نیستی، یعنی حتی آقایون جنتی عطای قنبری سرفراز اینا به نظر من بهتر باز، چون بیشتر ضربه خوردن از این اتفاق. رها اعتمادی که برای این اتفاق به نظر من اما در حد مثلا چند تا عاشقانه معمولی در روزگاری معمولی بنویسه اوکی. بازم ممنون از شما که من رو نکنی، بازم ممنون از رها اعتمادی که ترانه‌ای نوشت که من بتونم انقدر راجبش راحت صحبت بکنم. و قسمت بعدی، قسمت نهم در واقع، بذارید ببینم که کدوم ترانه رو قرار نقد بکنیم. پیداش نمی کنم، پیداش نمی کنم. چرا پیداش کردم؟ جنگل بدون ریشه، یه ترانه خیلی خوبه دیگه، از نغمه گروهی با صدای سیاوش خوش براتون نقل میکنیم. ممنونم که همراه من هستید و این آهنگو به عنوان یک آهنگ انگیزشی مبارزاتی در واقع ملی میهنی گوش ندید. ما قرار ترانه ملی میهنی نقل کنیم، خوباشو اکثر کارا خوبن گفتیم، بعدش هم کارهای رها اعتمادی که این اون 40 سال راجبه صحبت کنیم. اگه بازم ترانه افتضاح دیگه ای هم بود در موردش یا معمولی دیگه هم بود در موردش صحبت میکنیم. خدا یار نگهدارتون.